هموطنان خدا دوست ما که به برنامه مودت توجه می نمایید خوش آمد گفته و امید سعادت و سلامتی شما را از درگاه خداوند خواستاریم. در این چند دقیقه کشیش ایوان خواهان تشریع خدمت به دیگران علامت بزرگیست می باشند که امیدواریم که ما را کمک کنه که در این امر بزرگ ساعی باشیم و به هم نوعان خود خدمت کنیم. کشیش ایوان بفرمایید. از انجیل یوحنا دوستان عزیز باب 13 براتون قرائت میکنم از آیه 13 تا 17 و خدا را شکر میکنم که شما وقت گرانبهاتون را میدید که کلام خدا را از خود خدا بشنوید. ما فقط وسیله بیش نیستیم عزیزان، اما گوینده اصلی روح خداست. شما مرا استاد و آقا میخوانید و خوب میگویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من آقا و معلم هستم، پاهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پاهای یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه ای دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. آمین آمین به شما میگویم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. هرگاه این را دانستید، خوشا به حال شما اگر آن را به عمل آرید. و واقعا خوشا به حال ما اگر فهمیدیم اون را به عمل بیاریم. مسیحیت یه چیز عملی است و اگر کسی فقط مسیحیت را مثل علم یاد میگیره، این باعث بدبختی شه، چون علم باعث غرور میشه. عیسی مسیح میگه شما مرا استاد میگید، آقا میگید، خداوند میگید. خدا را شکر. اما علامت آقاییش چی بود؟ خدمت به دیگران. علامت استاد بودنش چی بود؟ شستن پاهای دیگران. ما نمونه کامل عیسی مسیح در خدمت به دیگران را در این داستان کوچیک میبینیم که اینا مربوط میدیم به فیلیپیان باب 2. از آیه 6 به بعد میگه چون عیسی مسیح در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامهاست بدو بخشید. عیسی مسیح خداوند بود، اما علامت خداوندیش این نبود که بشینه روی تخت سلطنتی و فرمان بده، بلکه یک حوله گرفت و اولا لباسش را در آورد، حوله گرفت، پاهای شاگردان را شست و گفت نمونه به شما دادم، شما هم همین کار را بکنید. دوباره لباسش را پوشید و نشست. در فیلیپیان باب 2 آیه 6 وقتی میخونیم میبینیم که عیسی مسیح میدونست خودش کیه و این خدمت را میکرد. در همین یوحنا باب 13 که خوندیم از آیه 13، عیسی مسیح خودش میدونست که کیه و میگه شما من را اینا اصلا استاد میگید. بله من هستم، اما ببینید من که استادم چطور خدمتتون میکنم، من که استادم از آسمان چطور به زمین اومدم، تمام مقام و جاه و شکوه من اون آسمان گذاشتم و اومدم. آیه 7 میبینیم که لیکن میگه خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در اینجا در انجیل یوحنا میبینیم که عیسی مسیح اون لباسش را در آورد، یعنی لباس آسمانیش را در آورد و اومد لباس انسانی را پوشید، انسان غلام شد. در اینجا میگه خود را خالی کرده صورت غلام را به خود گرفت، لباس آسمانی را رها کرد و یک لباس غلامی، یعنی ما که غلام هستیم لباس ما را پوشید، یعنی خدا جسم میگردید و غلام شد. بعد آیه بعدی 9 تا 11 در فیلیپیان باب 2 آیه 9 تا 11 میبینیم که میگه عیسی مسیح از این جهت
خدا او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از ناماس به دو داد، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان بر زمین و زیر زمین از خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. و ما میبینیم که عیسی مسیح وقتی خدمتش را تمام کرد، باز لباسش را پوشید و نشست سر سفره. عیسی مسیح از آسمان آمد که به ما خدمت کنه، بیماران ما را شفا بده، دردمندان را آزاد کنه. به قول خودش میگه من آمدم تا فقیر به فقیران بشارت بدم، من آمدم تا دلشکستگان را شفا بدم، به فقیران بشارت بدم، به دلشکستگان را شفا بدم، کوفتگان و کوبیدگان را آزاد کنم، اسیران را رهایی دهم و آمدم تا گمشده را بجویم و نجات بدم. ما گمشده بودیم، ما دلشکسته ایم، ما در این لباس غلامی زندگی می کنیم، اما عیسی مسیح اومد که ما را از این بدبختی آزاد کنه و میگه که به شما نمونه دادم. عیسی مسیح میگه من که خداوندم و آمدم و صورت غلام را به خود گرفتم و خدمت به دیگران را ترجیح دادم به استراحت خودم، شما هم همین را انجام بدید برای در راه دیگران. نگید که من هوس ندارم، نگید که من وقت ندارم. اگر میتونی امروز کار خوب بکنی بکن، چون میگه کسی که میتونه کار نیک بکنه و نکنه، این براش گناه حساب میشه. اگر تو میتونی قرضی بدی به کسی که با پول اون بتونه جراحی کنه، بتونه آزاد بشه از سرطان، بتونه آزاد بشه از اون بدبختی و مرض، چرا نمیدی؟ تو که اسمت مسیحیه، تو که اسمت خدا پرسته. پس این خدمتیه که خداوند عیسی مسیح اومد و انجام داد. اون شبها تمام شب دعا میکرد، حتی وقت غذا خوردن نداشت، وقت استراحت نداشت، به قدری مشغول بود که یه موقع خیال کردن عیسی مسیح دیوانه شده. و مادرش و برادرانش، خواهرانش اومده بودن او را صدا می کردن، چون اصلا غذا نخورده بود، وقت نداشته بود، نداشت. و وقتی گفتن مادرت و برادرانت اومدن تو را می طلبن، گفت کیه مادر من؟ برادرام کیان؟ خواهرام کیان؟ شما هستید که منو پیروی میکنید، شما مادر منید، شما خواهر و برادر منید. خداوند عیسی مسیح از آسمان آمد پایین تا ما را از پایین ببرد به آسمان. خداوند لباس آسمانی را گذاشت، آمد لباس غلامی را پوشید که ما که در لباس غلامی بودیم لباس الهیش را بپوشیم. خدا آمد در جسم عیسی مسیح و مصلوب شد تا ما از مرگ آزاد بشیم. او رفت تو قبر که ما از قبر بیایم پیروز زنده بشیم، قیام کنیم. و او آمد و تمام گناهان ما، مرضهای ما، بدبختی ما را بر خودش گرفت. امروز عیسی مسیح به ما نمونه داده عزیزان، ما هم همون عمل را انجام بدیم. خیلی از افراد هستند که عاشق خدا هستند، اما در امر نیکو کوتاه هستند، قاصرند. در انجیل متی باب 25 ما میبینیم که عیسی مسیح برمیگرده میگه خوش به حال شما ای فرزندان خوب من، بیایید وارد ملکوت خدا بشید، در اون شادی ملکوت بشید که از بدو عالم براتون حاضر کرده بودم. بعد میگن که کی تو، ما تو را اوریان دیدیم، کی غریب دیدیم، کی مریض دیدیم، کی گرسنه و غیر و غیر. میگه که به هر کدام از یکی ایمانداران شما انجام دادید، به من انجام دادید. عزیزان کار خیر را فراموش نکنیم، چون هر چقدر شما خودتون را بیارید پایین، این خداست که میگیره شما را میبره بالا. همینطور که میگه نامی به عیسی مسیح داد که هر زانویی چه در آسمان چه بر زمین و چه در زیر زمین خم میشه یه روز و میگن تو خداوند هستی، هللویا. اگر میخوایی مطرح بشی عزیزان، خودت را جلو ننداز، نه از شتابنده است و نه از دونده، بلکه از خدای رحم کننده. خداست که تو را میاره بالا. میگه هر کس که خودش را ببره بالا، من میارم پایین. دعا کنیم الان
که خداوند با این پیغام فکر ما را عوض کنه، نخواهیم فقط دستور دهنده باشیم بلکه فرمان بردار باشیم که بزرگواری ما، جلال شکوه خدا در اونجا در ما دیده بشه. خداوند کمک کن در نام عیسی مسیح که ما هم اون لباس غلامی را همیشه بپوشیم، جامعه آسمانی را بپوشیم، خداوندا صورت غلام را بپوشیم برای دیگران، مثل پولس رسول که میگه من غلام عیسی مسیح هستم که شما را خدمت کنم. گرچه او فرزند خدا بود در مقام، اما در خدمت غلام تو بود. ما هم میخواییم اونطور باشیم مسیح جان. خداوندا میخواییم که همونطور که دوباره تو لباس آسمانی تو پوشیدی و رفتی به دست راست خدای پدر، ما هم خداوندا بعد از این دنیا روز سفید بیاییم پیش تو و وارد شادی و ملکوت تو بشیم خداوندا. و کمک کن که ما هم بتونیم نمونه برای هموطنان خود، برای عزیزان خود، برای مؤمنین خود باشیم خداوندا، زیرا همه اینها را برای جلال نام پدر در نام عیسی مسیح می‌طلبم. آمین. دوستان عزیز، خدا را شکر می‌کنیم برای این پیغام عالی. خداوند عیسی مسیح نمونه کامل خدمت به دیگران بود و امروز به تک تک ما میگه برید و شما هم همین را انجام بدید. برید و دیگران را خدمت کنید. خداوند کمک کند که در این امر تک تک ما سایه باشیم. خدا همه شما را برکت بده تا برنامه آینده. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 201-638-98-98-98 با ما در تماس باشید. ای خدا طالب بیداریم، محو شده آرامی و شادیم، دانم جدا از تو نیست قدرتی، نه آرامی و نه هیچ محبتی. خداوند نورت را بر من بتاب، حاضرم تا بشنوم هر نوعتا، منتظرم تا دهی مرا جواب. ای مسیح مرا، روح پاک
من رفتم به جلجتا، نوری بود تابا زهانجا، نوری بود جهزا و رخشا، به سوی نور می رفتم، به آن خیره می بودم، آن نور خدا من مسیح بود، چون حضورش در آن بود مرا همی جذب نمود، شادی او قلب مرا پر نمود. نور جلالش هست آمان، نور او تاب همه جا، کرده همی مجذوب مرا، بنگر بر نور صلیب از آنجا تا بعد آمی، روم به دیار نورانی، روم آنجا با شادی، خواهم دید وطن آسمانی، راه و راستی است مسیح، روح اوست مرا هادی، روح اوست مرا هادی، راه آسمان نورانی است، چون رهبرم مسیح است، وعده هایش بری است، همی در دل مرا یقین است. خب عزیزان، ایمان دارم که برکت گرفته اید و همینطور تشکر مخصوص میخواستم بکنم از عزیزانی که با ما تماس گرفتن
و به ما ایمیل زدن، به ما تلفن کردن. یه چیز جالب متوجه شدم که چقدر من دوست دارم و چقدر ثروتمندم در خداوند عیسی مسیح، به خاطر اینکه هر روز به تعداد ایماندارها اضافه میشه، ثروت من بیشتر میشه، ثروت شما هم همینطور که تو خونه این، چون ما همه از یک خانواده هستیم، خانواده الهی خدا. الان داشتم یه آیه رو میخوندم، گفتم این آیه رو هم با هم بخونیم. این آیه در تیتوس باب 3 آیه 5 و 6 5 رو با هم میخونیم. تیتوس باب 3 آیه 5 میگه او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. پس امروز به خاطر این ما یک خانواده یا نجات رو دریافت نکردیم که من آدم خوبیم، نه یا شما، به خاطر نیکوییمون نیست، بلکه به خاطر رحمت و فیض خداست. شکرش میکنم برای اینکه اینقدر من رو ثروتمند کرده. با تشکر از شما که تماس گرفتین. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، میتوانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در تماس باشید. ای روح القدس، ای چشمه خدا، جاری شو درون قلب ما، سیراب کن زمین تشنه دلم تا بهرت ثمرها آورم. کبوتر آسمانی خدا، بر قلبای ما تو فرودا، بگشا چشمان دلهای ما را تا ببینیم سر کلامت را. ای روح القدس جاری شد در ما، ای روح القدس ای هادی راهم، هدایت کن تو زندگیم، از سرگردانی از پریشانیم رستگاری ده باش رهبرم. کبوتر آسمانی خدا، بر قلبای ما تو بگوشا چشمان دلهای ما را تا ببینیم سر کلامت را. ای روح القدس جاری شد در ما. ای روح القدس تسلی روحم، در غمهایم تو باش همدمم، در تنهایی و در ضعف درونم شادیده همی باش قوتم. کبوتر آسمانی خدا، بر قلبای ما تو بگوشا چشمان دلهای ما را تا ببینیم سر کلامت را. ای روح القدس جاری شد در ما. محبت و خوشی و سلامتی، علم و مهربانی، نیکویی، ایمان و تواضع و پرهیزکاری میوه های روح الهی است.
کلام علم و هم کلام حکمت، ایمان و معجزات و شفا. نبوت تمیز روح و زبان ها، عطایای روح مسیح ها. ممنون از خداوند عیسی مسیح ممنون و همینطور از شما عزیزان ممنون که تا این لحظه برنامه های ما رو تماشا کردین و میخوام ازتون تقاضا کنم که ایماندارهای عزیز و همینطور افرادی که تو خونه برنامه میبینین برای ما دعا کنین. احتیاج شدیدی هست برای پشتیبانی دعای شما. میخوام که دعا کنین که ما برکت بگیریم، قوت بگیریم، حفظ بشیم از خطرها، بتونیم برای شما برنامه های عالی و عالی تر تهیه کنیم. میخوام دعا کنین که با ما بیشتر تماس بگیرن افراد و قلبشون رو به عیسی مسیح بسپرن، به خدای زنده، و این خانواده ما گسترش پیدا کنه، خانواده الهی، خانواده‌ای که در محبت با هم مثل زنجیر متحد و به هم چسبیدن. عزیزان میخوام با ما تماس بگیرید، تلفن ها رو بردارین امروز و بگین که چه اتفاقی در زندگیتون افتاد. ما دوست داریم که از شهادت های شما، زندگی های شما بتونیم فیلم ها درست کنیم، به دیگران نشون بدیم که خداوند ما بی‌نظیره، خداوند ما عالیه، نه برای من فقط بلکه برای تو امروز که تو خونه هستی. بازم ممنون، با ما در تماس باشین. خدا نگهدار شما. فیض خداوند عیسی مسیح با شما باشه تا ابد الابد. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com تپش قلبم، سرود لبهایم، توی همه چیزم، تمام هستیم، آفریننده هم، ای رهاننده هم، توی همه Thank you.